درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهقانپور هستم. در چهارشنبه 18 تیر ماه 9 ژوئیه نگاهی داریم به جنگ جهانی اول، دیروز و امروز ایران. تیر 1293 دقیقاً 100 سال پیش در این روزها جنگ جهانی اول آغاز شد. تمام اسناد تاریخی میگویند جرقه جنگ با ترور ولیعهد اتریش مجارستان در سراییوو به دست یک سرب استقلال طلب در ششم تیر 1293 زده شد. اما زمینه‌سازی‌های نظامی برای جنگ از چند سال پیش آماده شده بود و به فاصله چند روز از این واقعه آلمان از اتریش حمایت کرد و به روسیه حامی سربها اعلان جنگ داد. بریتانیا هم به تبع آن به آلمان اعلان جنگ کرد. با شعله ور شدن جنگ جهانی اول، هرچند دولت وقت ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما بسیاری از مردم ایران و منطقه امیدوار بودند آلمان و متحدانش در جنگ پیروز شوند تا شرق از سلطه بریتانیا و روسیه نجات پیدا کند. جنگ روسیه و امپراتوری عثمانی به آذربایجان و درون مرزهای ایران کشیده شد و ایران عملاً از شمال و جنوب توسط روسیه و بریتانیا اشغال شد. 4 سال بعد که جنگ به پایان رسید، اوضاع سیاسی و اجتماعی بسیاری کشورها دگرگون شد و انقلاب همه جا را فرا گرفته بود. امپراتوری عثمانی هم تکه تکه شد و از آن ترکیه، سوریه، عراق و چند کشور دیگر پدید آمد. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم چرا اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول مانع اشغال کشور توسط روس‌ها و انگلیس نشد. همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه موقعیت استراتژیک ایران و بحث احتمالاً نفت ایران رو انتخاب کردن. گزینه‌های دیگر ضعف دولت مرکزی و حمایت ایران از آلمان هست و عثمانی. اکثریت کاربران تا این لحظه اعتقاد دارن که علت اینکه بی‌طرفی ایران در جنگ مورد توجه قرار نگرفت، علتش موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ایران بوده. میتونید کماکان به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیندازیم در هفت پرده به جنگ جهانی اول و پیامدهای اون برای ایران. احمد شاه قاجار در نطق افتتاحیه خود در سومین دوره مجلس بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول را اعلام کرد. هفتاد هزار نیروی روسیه تزاری از قزوین به تهران حرکت کرده و 18 آبان وارد کرج شدند و قوای انگلیس نیز از جنوب ایران را اشغال کردند. احمد شاه همراه با دولت ایران در مخالفت با اشغال ایران توسط انگلیس و روس تصمیم به انتقال پایتخت از تهران به اصفهان گرفت، اما نمایندگان این دو کشور مانع از مهاجرت احمد شاه شدند. مشروطه خواهان تبعیدی از جمله سید حسن تقی‌زاده، محمد قزوینی، ابراهیم پورداوود، کاظم‌زاده ایرانشهر، سعدالله خان درویش و محمد علی جمالزاده در برلین تشکیل جلسه داده، مجله کاوه را برای پیشبرد اهداف آزادی خواهانه منتشر می کنند. نمایندگان دموکرات مجلس سوم همراه با شماری از شاهزادگان و سیاستمداران آزادی خواه در مخالفت با اشغال ایران به پشتیبانی دولت عثمانی به کرمانشاه رفته و دولت مهاجرت را به ریاست نظام السلطنه مافی تشکیل دادند.
خشکسالی، قحطی و وبا جمعیت ایران اشغالی را فرا می‌گیرد. فاجعه‌ای که به قحطی بزرگ معروف است و به گفته احمد کسروی یک سوم جمعیت ایران اشغالی بر اثر این بلایا مردند. جنگ جهانی اول با شکست قوای محور و پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه پایان می‌یابد. به دستور دولت بلشویکی قوای روس خاک ایران را ترک می‌کنند و گرایش به استقلال، آزادی و یکپارچگی ایران محور مطالبات عمومی مردم ایران می‌شود. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان‌های امشب افق آقای دکتر تورج عطابکی، کارشناس ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی، و آقای دکتر عباس امانت، استاد تاریخ و مطالعات بین‌المللی در دانشگاه ییل. به هر دوی شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. آقای عطابکی، جالب است، شهروند هلند برای ما سال‌هاست که شما در برنامه هستید، معمولاً از آمستردام با شما در ارتباط هستیم. شهروند هلند در شبی که تیم ملی آرژانتین با هلند بازی داره به بوینس آیرس آرژانتین رفته، با شما از بوینس آیرس در ارتباط هستیم و در زمستان آرژانتین که شما رو با این اوورکوت باشه گرم و اینا میبینیم. باشه، خیلی خوش آمدید. نمیدونم که حالا این معنای تعبیر خاصی میتونه داشته باشه. قبل از برنامه صحبت میکردیم، گفتیم نکنه شما تئوریا و طرحهای فانخال مربی هلند رو دارید برای آقای ساویا مربی تیم ملی آرژانتین میبرید اونجا در شب بازی بهشون کمک بکنه. باشه، خیلی خوشحالم که با ما در ارتباط هستید. همچنین آقای دکتر امانت، میخواستم پرسش رو با این موضوع آغاز بکنیم، بحث رو که در فیسبوک هم مطرح کرده بودیم، و اون که چرا بی‌طرفی دولت ایران در جنگ، که در واقع در اون مقطع ریاست دولت رو مصطفی الممالک اگر اشتباه نکنم بر عهده داشته، مورد بی‌توجهی قرار میگیره، و اساساً چرا ایران تصمیم گرفت که اعلام بی‌طرفی بکنه؟ اجازه بدید که بگم که واقعاً اعلام بی‌طرفی از سوی ایران واقعاً به جد گرفته نشد از سوی هیچ یک از قدرت‌های درگیر جنگ جهانی اول. ما اولتیماتوم روس رو داشتیم، در حقیقت 3 سال پیش از آغاز جنگ اولتیماتوم روس رو داشتیم به ایران، و قشون روس بخشی از شمال ایران رو در اشغال خود داشت. وقتی که ما در حقیقت دولت ایران به دولت عثمانی گفتش که شما قراره که خاک ایران تجاوز نکنید و قشونتون رو وارد ایران نکنید، دولت عثمانی گفتش که خب چه ضمانتی به ما میدید که این قشون روس پیشتر پیشروی نکنه و بخش بیشتری از ایران رو در اشغال خودش نداشته باشه. از طرف دیگه ما در جنوب 6 سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول کشف نفت رو داشتیم، که در اونجا دولت علیه بریتانیا اون سرزمین خوزستان رو ملک تلق خودش میدونست، و با حمایت از شیخ خزعل در حقیقت تری بر حکومت مرکزی خورد نمی کرد. بنابراین هیچ کس واقعا اعتراض دولت ایران رو به جد نگرفت. و همینجا هم اشاره بکنم که وضعیت داخلی هم در حقیقت زمینه رو برای این بی‌اعتنایی به موضع دولت ایران فراهم می کرد. مثلا ما یه گروهی داشتیم به نام اتحاد اسلام در شمال که میرزا کوچک جنگلی در حقیقت رهبری اون رو به عهده داشت. اونها با عثمانی ها و آلمان ها نرد عشق می باختند و سلاح می گرفتند از عثمانی ها و حمایت آلمان ها را داشتند. بخشی از جمعیت ایران به خاطر دلگیری و در حقیقت نارضایتیشون از روسیه و بریتانیا بیشتر حمایت آلمان رو در حقیقت میخواستن داشته باشن در جریان جنگ و از این دست. بنابراین هم از نظر داخلی و هم از نظر توازن روابط بین الملل در ایران، خاص دولت ایران برای بیطرف موندن در این جنگ به هیچ وجه به جد گرفته نشد. چرا در طول جنگ، البته باز برمیگردیم به جزئیات بیشتر بحث رو با دکتر امانت دنبال بکنیم، اگر اشتباه نکنن در طول جنگ 8 بار دولت تغییر میکنه، علت چقدر میشه؟ انتخاب‌های به شکل زیادی هست، من میخوام اولویت بندی بکنیم که اگر ببینیم چه دلیلی باعث شد که ایران اعلام بی‌طرفی بکنه. آیا
علت اصلی مشکلات داخلی بود، یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردید ضعف دولت مرکزی و چالش‌های داخلی که دولت باش روبرو بود این عامل بود، یا اینکه اگر هم ایران اعلام بی‌طرفی نمی‌کرد همونطور که اشاره کردید پیشاپیش برشک اشغال می‌شد، یعنی اعلان بی‌طرفی عدم اعلانش تأثیر چندانی در وضعیت ایران نمی‌گذاشت به نظر شما؟ من فکر می‌کنم که اعلان بی‌طرفی از سوی ایران فقط یک پوز یا یک ژست بین‌المللی بود که باید هم البته دولت ایران اعلام می‌کرد بی‌طرفی خودش رو، اما صحنه داخلی، صحنه تئاتری که ما داشتیم اونجا چیز دیگه‌ای می‌گفت. توازن نیروها در صحنه داخلی کشور بعد از انقلاب مشروطه، بعد از مجلس دوم به گونه‌ای بود که در حقیقت هیچ یک از جناح‌های سیاسی اکثریت رو در اختیار نداشتن. به همین خاطر شما نگاه میکنید که دولت بعد از دولت تشکیل میشه، بحران ها فزاینده است و متاسفانه آنچه که در اینجا باید به دیده گرفته بشه اینه که بخشی از سیاستمدارانی ما در اون زمینه در اون زمان در حقیقت خودشون رو با سیاست های بیگانگان متعیم میکردن. ما کم نداشتیم روسوفیل ها، آلمانوفیل ها، انگلوفیل ها و از این دست. بنابراین در به نوعی تمام تضادهای بین المللی ترجمه خودش رو در صحنه سیاسی ایران پیدا میکرد. آقای دکتر امانت، اگر در این ارتباط هم تحلیل اگر زاویه نگاه دیگری دارید خواهش میکنم بفرمایید. و پرسش هم مطرح میشه، بسیاری هم این رو عنوان میکنن که نمیشود اعلان بی‌طرفی کرد ولی در این حال طرف یک سو بود. این بحث هم مطرح است که ایران در اون دوره لزوما بی‌طرف هم نبود و خب نمونه هایی هم وجود داره، مثلا میلیون در مجلس گزارش متعددی است که اینها به صراحتا از آلمان ها و عثمانی ها پشتیبانی میکردن. چقدر این به نظر شما فاکتوری بود در اینکه به هر شکل ایران درگیر جنگ شد؟ بله، در تایید گفته های دکتر عطابکی من اضافه میکنم که وضعیت داخلی و بین المللی ایران و وضعیت سوق جیشی همطور که خودتون اشاره کردید به گونه ای بود که تقریبا وضعیت ایران حتی قبل از بروز جنگ در 1114 گرفتار بحرانی بود که به ویژه در شمال ایران در آذربایجان اشغال قشون روسیه بود در از تقریبا از 1909 به بعد، از 1908 به بعد به صورت متوالی، گاهی بودند گاهی کمتر گاهی بیشتر. به این ترتیب این نکته که ایران آیا میتوانست اصولا مانع از اشغال موقعیتی باشه که کشورهای همسایه بشه تقریبا به نظر میاد خیلی مشکل، تقریبا غیر ممکن بود. به اضافه این نکته باید افزود، در 1907 اون قرارداد نیمه سری مشهوری که بین دو کشور مجاور ایران یعنی امپراتوری روسیه و امپراتوری بریتانیا در هند موافقتنامه‌ای که به نتیجه رسید در واقع وضعیت ایران رو بسیار خطیر می‌کرد و هیچ بعید نبود که منجر بشه نهایتاً به نوعی تجزیه ایران. به این ترتیب باید تأکید کرد که دولت مصطفی ممالک و حتی دولت‌های بعدی، یعنی اون رجال قدیمی دوره قاجار، قدیمی به نسبت دوره پهلوی میگن، رجال دوره قاجار در وضعیتی بودند که حداقل این نکته رو دریافتند که اگر در این مورد اهمالی صورت بگیره و به جانب قوای محور یا به جانب متفقین تمایلی پیدا بشه، این بهانه ای خواهد بود برای اینکه معالن منجر به نوعی تجزیه بشه. علت این علاقه، چون من روی بحث آلمان هم مطرح کردیم، علت این گرایش به نظر شما چه بود در اون دوره و آیا این فاکتور مهمی بود در اینکه ایران پاش به جنگ کشید؟ همونطوری که دکتر عطابکی متذکر شد، جریان بعد از 1909 در دوره دوم مشروطیت به خاطر اون التیماتومی که منجر به بسته شدن مجلس دوم شد در میان مردم میلیون ایران، یعنی کسانی که در دوره انقلاب مشروطه جنگیده بودند
در دوره فداکاری کرده بودند، بسته شدن مجلس، پایان دوره مشروطه دوم، به این ترتیب یک احساس نفرت و سرخوردگی خیلی شدیدی در میان مردم ایران، به ویژه در میان مردم شهرنشین مدافع مشروطه به وجود آورده بود که عامل بزرگ اون رو انگلستان و روسیه، به ویژه روسیه می‌دانستن، روسیه تزاری. به این ترتیب ظهور آلمان به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی که از در واقع برمیگشت به دهه‌های پایان قرن 19 برای ایران یک با استقبال بود، با استقبال مواجه شد، چرا که تصور بر این بود که دولت آلمان در واقع یک وزنه‌ای خواهد بود در برابر این قدرت‌های بزرگ و زورگو در زمینه وضعیت داخلی ایران و وضعیت بین‌المللی ایران. در نتیجه دفاع از آلمان، در واقع این نوع علاقه به آلمان، یه امر خیلی طبیعی بود. به اضافه این بعد این نکته رو هم اضافه کرد که از شروع قرن 20 در آلمان یک جریان علاقه به ایران به عنوان یک سرزمینی که در واقع پیوند، حالا نژادی نباید گفت، ولی پیوند فرهنگی با آلمان داشته و داره، مورد علاقه آلمان بود و به این ترتیب این نزدیکی بین آلمان و ایران یه امری بود که البته ادامه پیدا کرد تا جنگ دوم. بعد هم به اضافه این دو مورد باید این نکته رو هم افزود که آلمان در شروع قرن 20 قدرت مالی خیلی قوی داشت و این منابعی که در به ویژه طلایی که در نتیجه استخراج از منابع افریقای مرکزی نصیب شده بود، اجازه میداد که نوعی ماجراجویی سیاسی و سوق و جیشی رو در منطقه خاورمیانه داشته باشه، ابتدا با پیدایش اون خط بین‌المللی، خط قطاری که بغداد رو به استانبول مربوط میکرد، یه حضوری در منطقه پیدا کرد، به تدریج به خلیج فارس علاقمند شد و به این ترتیب برای ایرانیان هم یک منبع علاقه بود، به خاطر اینکه اون بنیه مالی که داشت برای موردی بود برای جذب میلیون به طرف خودش. این نکته ها رو، البته من یه نکته دیگه هم دارم اگه اجازه هست. اگه اجازه بدید آقای امانت بهتون برمیگردیم، چون بحث متعددی هست، میخوام از این بحث خیلی دور نشیم. آقای دکتر اتابکی، وقتی بحث نکته که اشاره شد در مورد نگاه به آلمان و اینکه موقعا بحث میشد که آلمان سیاست ضد استعماری یا شاید استعماری اون چه که روسیه و انگلیس در اون دوره دنبال میکردن بریتانیا نداشت و این باعث جذب ایران یا کشورهای دیگری هم میشد، از یک سوی دیگه من این پرسش رو میخوام مطرح بکنم، وقتی روزا مطالعه میکردم به ذهنم رسید که چقدر از نگاه مثبتی که در همین سالها و همین روزها میشنویم ایرانیان به آمریکا دارن، ریشه در نقش آمریکا در جنگ جهانی اول در ایران داره به نظر شما؟ اجازه بدید در مورد نقش آلمان در تایید و ادامه صحبت‌های آقای دکتر امانت اشاره کنم که در جریان جنگ جهانی اول دول محور آلمان و عثمانی با دو کارت در ایران بازی کردند. یکی از این کارت ها که خیلی هم مهم بود اتحاد اسلام بود و سران قشون آلمان و سیاستمدار آلمان با روحانیون در نجف تماس گرفتن در عتبات و تأیید روحانیت شیعه سنی رو گرفتن که جنگ اسلام با کفر و فتاوی جهادیه ما داریم از سوی علمای شیعه و سنی برای حمایت از عثمانیان و آلمان ها در جریان جنگ. البته کارت دیگه ای که اینها بازی کردن در جریان جنگ اول، در پایان جنگ اول اگر اشاره کنم، نه البته آلمان ها، ترک ها بازی کردن، کارت پانتورانیزم یا پانتورکیزم بود، به ویژه در شمال غرب ایران در استان آذربایجان.
اما در مورد وضعیت امریکا خیلی دیر به صحنه جنگ جهانی اول به ایران وارد شد و اصولا وقتی وارد شد که نقش در حقیقت عامل خیر رو داشت، حمایت کرد برای یه نوع دستگیری از آسیب دیدگان جنگ به خاطر قحطی، به خاطر بیماری های فراگیر و از این دست. فعال نبود در جریان جنگ اول از آغازش. کمک های خیریه زیادی ظاهراً آمریکا به موقع به ایران میفرستاد. دقیقاً میسیونرهای آمریکایی بودند در شمال غرب ایران، در ارومیه، در تبریز، در اون منطقه بودند، کمک میکردند. و البته وقتی هم که قحطی یک سال مونده به پایان جنگ در اروپا خیلی فراگیر شد در ایران، کمک های امریکا افزایش پیدا کرد و اصولا جمهور مردم امریکا رو به عنوان یک قدرت مطرح ولی دور بدون پیشینه استعماری در ایران میدونستن. همین رو البته در مورد آلمان هم در آغاز جنگ داشتن، چون تجربه استعمار آلمان رو ایرانی ها نداشتن، تجربه استعمار روس و انگلیس رو فراوان داشتن. اما آلمان رو این تجربه رو نداشتن از آلمان. به همین خاطر بود که رویکرد میلیون به آلمان و سپس به امریکا برخواسته از تجربه بلافصلی بود که صحنه سیاست ایران در 200 سال پیش داشت. بسیار خب، برای اینکه از بحث این فعلا بین‌المللیش دور نشیم، این آقای امانت هم صحبت کردن در مورد نقش کشورهای دیگه، خیلی مهم هست اینجا. حالا البته این بحث آلمان شد، من مرتب صحبت از آلمان میشد یاد این شکست سنگین برزیل هفتیه که بازی دیشب میفتم، انگار که آلمان انتقام شکست جنگ و اینها رو میگرفت شب گذشته. آقای دکتر امانت، در مورد روسیه صحبت بکنیم، نقشی که روسیه بازی کرد و مقطعی که منجر به انقلاب روسیه شد، چقدر اساساً انقلاب به نفع ایران تمام شد در اون مقطع به لحاظ حالا یک تصادف تاریخی یا هر چیز دیگری که سرنوشت روسیه رو در ایران تغییر داد؟ بله، این پرسش بسیار مهمی است و این تحول بسیار شگفت انگیزی است، نه تنها در انقلاب اکتبر در روسیه، بلکه عواقب و آثار اون در وضعیت داخلی ایران. باید توجه داشت که در 1917 قبل از وقوع انقلاب اکتبر در واقع حضور روسیه تزاری در ایران آنقدر قوی بود که در واقع همونطوری که عرض کردم چنین به نظر می اومد که خروج قوای روسیه از شمال ایران تقریبا غیر ممکن خواهد بود بعد از جنگ، چنان که در موافقت هایی که روسیه با دولت انگلستان و فرانسه در اون آنتانت معروف حاصل شد بین این سه قدرت، در واقع چنین تصمیم گرفته شده بود که دولت عثمانی بعد از تجزیه بخش اون چه به نام قسطنطنیه روسا میشناختنش، یعنی استانبول و سرزمین‌های مدیترانه که امروزه ترکیه هست، بخش اعظمش به روسیه منتقل بشه. بعید نبود که همین تصویر هم در ایران در پایان جنگ اتفاق بیفته. انقلاب اکتبر این وضعیت رو به کلی تغییر داد به چند دلیل. یکی این که در واقع منجر به تخلیه تدریجی قوای روسیه از ایران شد در 1917 و 18. در نتیجه کمکی که دولت تزاری از قوای قزاق در ایران داشت، یعنی رهبری قوای قزاق به عهده داشت، اون به تدریج تغییر کرد، تحول پیدا کرد. به اضافه تمام قراردادهای بزرگی که از دوران ترکمنچای در 1828 به بعد تمام اون امتیازاتی که به قول معروف اون دول متحابه، دولی که کاملت الوداد شمرده می شدن، با ایران داشتن رو ترک گفت، یعنی در واقع دولت بلشویکی لنین به ویژه تمام قراردادها رو به تدریج، نه همه رو ولی بخش عظیمی از اون قراردادها رو منقضی شمرد. اینها باعث شد که در واقع اضافه بر همه چیز یک خلایی در شمال ایران بعد از خروج قوای
بلشویکی پیدا بشه، قوای روسیه پیدا بشه. البته قوای بلشویکی به کمک میرزا کوچک‌خان جنگلی و نهضت جنگل دوباره به داخل ایران آمدند، ولی اون یه دوره به خصوص و محدودی بود. به این ترتیب در واقع این اجازه داد که ایران به نحو شگفت‌انگیزی از این مشکل تجزیه نجات پیدا بکنه. شاید به این ترتیب باید گفت انقلاب اکتبر که از مهمترین حوادث قرن بیستم برای ایران هست. البته در کوتاه مدت این منجر به این شد که قوای انگلستان از جنوب متدرجاً به شمال ایران رسید و تمام ایران رو اشغال کرد و بعداً البته مسئله قرارداد 1919 پیش اومد. ولی در عمل این باعث شد که برخلاف آنچه که در عثمانی واقع شد و منجر به این وضعیت بسیار بغرنجی شد که حتی تا امروز با آنچه که این روزها ناظرش هستیم، قرارداد سایکس-پیکو و تمام وضعیتی که منجر به قطع قطع شدن امپراتوری عثمانی شد پیش آمد، خودتون اشاره کردید به این نکته، در ایران این وضعیت پیش نیامد. البته این چنین مقایسه خیلی مکانیکی و خیلی در واقع تمامیت یافته نباید داشت، ولی در واقع اون نمونه تجربه عثمانی رو باید خیلی به خوبی در نظر داشت. بسیار خوب. آقای اتابکی، نکته‌ای که تو صحبت هم اشاره مختصری شد، تحلیل جالبی هم الان آقای امانت ارائه کردن، بحث مرگ و میر هست. آمارهای متعدد و متناقض و متضادی منتشر شده در مورد جمعیت ایران در زمان جنگ، جنگ اول، و من به بعضی از اونها اشاره میکنم. حتما این کتاب قحطی بزرگ آقای محمد قلی مجد رو هم دیدید. من علت این که به این اشاره میکنم برای این که اخیراً در ایران خیلی به این کتاب استناد میکنن به لحاظ آماری که اشاره شده در کتاب، و آمده که در 1914 اروپایی‌ها، انگلیسی‌ها اشاره کردن که جمعیت ایران رو 10,890,000 همچین چیزی، حدود 11 میلیون برابر کرده بودن، ولی این کتاب ادعا می‌کنه جمعیت ایران موقع 20 میلیون نفر بوده و بر این مبنا در واقع بعداً نتیجه می‌گیره که در 1919 جمعیت به 11 میلیون سقوط می‌کنه، یعنی چیزی نزدیک به 40% جمعیت ایران تقریبا کشته میشن. چقدر دقیق هست و علت تفاوت این آمار به نظر شما چه هست؟ ببینید، تمام آماری که ما در دست داریم از قرن 19 به این طرف، و البته میدونیم که ما سرشماری عمومی نداشتیم، نخستین سرشماری عمومی سراسری در حقیقت بعد از جنگ دوم جهانی در ایران ما نداشتیم، اما تمام داده هامون رو وقتی از قرن 19 کنار همدیگه میذاریم، واقعا جمعیت ایران رو در آستانه جنگ اول جهانی یه چیزی بین 10 تا 11 تا 12 میلیون بیشتر نمیتونیم ببینیم. این که خب کجرفتاری و ستمی که بر ایران رفته، کجرفتاری قدرت‌های بزرگ است، ستمی که بر مردم ایران رفته رو نباید نادیده گرفت و فراموش کرد، این به جای خود باقی، اما راه اغراق هم نباید طی کرد. اگر بپذیریم که در حقیقت و جمعیت ایران با تمام اون اشاراتی که کردم یه چیزی حدود 10 تا 12 میلیون 11 میلیون هستش، بنابراین روایت هایی داریم از اینکه مثلا کسروی اشاره میکنه یک سوم جمعیت بخشی از استان های ایران، دولت آبادی اشاره میکنه یک چهارم جمعیت بخشی از شهرهای ایران در حقیقت به خاطر قحطی و بیماری تلف شدن. همینجا اشاره کنم که فقط قحطی نبود، البته به مسئله قحطی باید برسیم، چون که همینجا ذره بید صحبتمو تموم کنم راجع به جمعیت. اگر بپذیریم این در حقیقت رقمی بین یک سوم یا یک چهارم تلف شده، هیچ وقت به 10 یا 12 میلیون نخواهیم رسید، 11 میلیون نخواهیم رسید تلفات رو. البته خب در حال حاضر به خاطر این گفتمان در حقیقت بسیار نویافته ضد غربی که جاری هستش در ایران، برای اینکه نوعی تاریخ سازی انجام بگیره به چنین ارقام و اشاراتی ما میرسیم. اما آقای دکتر اتابکی، یه نکته که چون اشاره کردی من میخوام اینو ببینید، کتاب اشاره میکنه به نقل میکنه از مورگان شوستر
و دقیقا آورده که ایشون تخمین زده جمعیت ایران حدود 13 تا 15 میلیون نفر باشه. گفته جمعیت تهران طی 40 سال گذشته از 100 هزار به 350 هزار نفر افزایش یافته و گفته از رو نتایج انتخابات تهران در پاییز 1917 میشود نشان داد که اشاره میکنه که در انتخابات دوره چهارم مجلس در تهران در 1917 75 هزار رای در تهران و در روستاهای اطراف اخذ شده. در واقع آماری هم که ارائه میده بعداً از تهران مثلا چند نفر رو سوبوتسکینی رو و شوستر و گیلبار رو اینها رو در کنار هم قرار داده، تهران رو در 1909 350 هزار نفر جمعیتشون رو، تبریز 300 هزار نفر، اصفهان 80 هزار نفر و همینطور میاد تا کرمانشاه و همدان و قزوین 50 هزار نفر و 40 هزار نفر. اختلاف آمار اینها با دیگران چندان زیاد نیست غیر از تهران و تبریز که اختلافشون حدود 70 تا 100 هزار نفره. پرسش این هست که علت تفاوت آمار اینها چه است؟ گذشته از اون نتیجه گیری سیاسی که گفتید الان بعد از انقلاب سعی میکنن بعضی داشته باشن. ببینید، من فکر میکنم که ما در مورد مسئله آمار، یعنی اشاره به آمار، نه تنها باید مجموعه آمارها و یا گزارش‌های ماموران خفیه یا سیاهان رو در مورد ایران در جمعیت ایران بدیده بگیریم، بلکه باید یک رابطه کاملا مشخص ریاضی را برای تخمین جمعیت ایران در 100 سال گذشته، 150 سال گذشته بدیده بگیریم. ما نمیتونیم تنها مثلا به داده های یک یا دو کس اکتفا کنیم و بنابراین به داده‌ای برسیم از اونجایی که در حقیقت در این کتابی که شما اشاره کردید به اون رسیده. ما احصائیه های بسیار محدود زمان رضا شاه هم داشتیم، ما جمعیت ایران رو هم میدونستیم در آغاز جنگ دوم جهانی چقدره. یعنی با در نظر گرفتن افزایش نرخ افزایش جمعیت ایران بعد از جنگ اول جهانی بین دو جنگ و آنچه که داده های ما پیش از این بوده، من با تردید به این داده ها نگاه میکنم و فکر میکنم که همونطور که اشاره کردم در بهترین در حقیقت یا دقیق ترین نزدیک ترین برآوردی که میشه داشت، جمعیت ایران بیش از 10 تا 12 11 میلیون در ایران نبود در آغاز جنگ اول جهانی. بسیار خب، برمیگردیم. میدونم مطالبی داشتید، حتما باز در این مورد با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر امانت، اگر در مورد این آمار مطلبی دارید بفرمایید که تفاوت رو شما چی میبینید، برای چی پس اینقدر صحبت از این شد که حتی بعضیا من دیدم در بعضی مطالب اشاره میکردن نوعی هولوکاست در ایران در اون دوره رخ میده، آیا قحطی تنها عامل مرگ و میر بوده؟ چه اتفاقی به نظر شما موقع رخ میده؟ بعد هم در مورد این هم میشه صحبت کرد که خود نیروهای بریتانیا چقدر فاکتور میشن در این افزایش مرگ و میر؟ بله، در تایید گفته های آقای دکتر عطابکی باید عرض کنم که آنچه که ما در مورد تخمین جمعیت ایران، و من مخصوصا به این نکته تاکید میکنم تخمین جمعیت ایران در دست داریم، بیشتر از 9 تا 10 میلیون نفر نیست. حتی من فکر می‌کنم به بیشتر از 10 هم نخواهد رسید. اولین سرشماری واقعی ایران چنان که اشاره شد بعد از جنگ دوم و در واقع سرشماری جدی ایران در 1950 واقع شده که جمعیت ایران 18 میلیون بوده. اگر ما اینو در نظر بگیریم و سیر جمعیتی رو همونطوری که آقای دکتر عطابکی گفتن در نظر بگیریم، جمعیت بیشتر از 10 میلیون نخواهیم داشت. این نوع تصورات به گمان من شبه تاریخی که در واقع ریشه در یک نوعی دسیسه انگاری و نوعی شهید انگاری هست، اینها خب در به گوش بسیاری از کسانی که امروزه در ایران به قول خودشون تاریخ می نویسند خب خیلی خوش میاد، ولی با واقعیت به گمان من هیچ نوع نزدیکی نداره. هیچ، البته به هیچ وجه میشه منکر شد که در دوران جنگ جمعیت کثیری از مردم ایران گرفتار قحط و قلا شدند و یه تلفات خیلی بزرگی بود، نه تنها قحط و قلا، بلکه اونطوری که میدونیم و الان اشاره شد بیماری های همگیر، یعنی پندمیک بزرگ که از همه مهمتر در پایان جنگ آنفلانزای اسپانیولی بود، وبا بود، تیفوس بود
و این همونطور که در بقیه دنیا منجر به تلفات خیلی بزرگ شد، در ایران هم سبب تلفات بزرگ شد. چقدر آمار تلفاتی که شما برخورد کردید؟ چقدر؟ من هرگز بیشتر از 1 میلیون به طور کلی نبود، که البته 1 میلیون رقم خیلی عظیمیه. 1 میلیون یعنی اگه جمعیت ایران رو 10 میلیون تصور بکنیم، 1 میلیون یکی 10% جمعیت ایران. و 10% جمعیت ایران اگه امروزه در نظر بگیرید یعنی 8 میلیون نفر به تناسب. یعنی این نکته رو باید در نظر داشت که مزالک جمعیت بسیار بزرگی تلف شدن. ولی یک نکته رو باید در نظر داشت که بسیاری از ناظران اون دوره که آگاهی خیلی جدی نداشتن راجع به وقایع ایران، چنین تصور میکردن که چون روستاهای ایران از جمعیت خالی شده، این نتیجه قحط و قلای اون ناشی از گرسنگی است. در حالی که مشکل بزرگ این بود که به خاطر اینکه شبکه ارتباطی حمل و نقل در داخل ایران قبل از عصر پهلوی وجود نداشت، انتقال آذوقه به نقاط قحطی زده تقریبا غیر ممکن بود. در نتیجه جمعیت روستاها چنان که در قحطی بزرگ 1280 قمری یعنی 1871 واقع شد، جمعیتی بزرگی از روستاها از در نتیجه گرسنگی به شهرها اومدن و روستاها خالی شد و شهرها جمعیتش افزایش پیدا کرد و این یه دلیل بزرگ دیگه برای افزایش تلفات بود، به خاطر اینکه وقتی که این بیماری‌های واگیرهای بزرگ در شهرها شایع شد، جمعیت بزرگتری در شهرها وجود داشت که در نتیجه قربانی این بیماری‌ها و یا قحط و قلا شد، چون هیچ نظامی وجود نداشت برای به قول معروف رسیدگی به قحطی زدگان. البته در پایان جنگ همونطوری که خودتون اشاره کردید آقای دکتر اتابکی گفتن، این یک ریلیف سرویسز، یک کوششی برای جلوگیری از مرگ در نتیجه قحطی پیدا شد، مخصوصا در امریکا، که هم به ایران، هم به ارمنستان، هم به لبنان و در واقع همه ناحیه شمال، بله، که اونها هم گرفتار همین مسئله قحطی شدن کمک کرد. به اضافه باید توجه داشت قحطی ایران دلیل اصلیش مسئله افت محصول بود که به خاطر چند سال متوالی که به خاطر خشکسالی محصول برداشت نشد، به تدریج سبب شد که در پایان جنگ این وضعیت بسیار خطیر و دردناک وقوع پیدا بکنه. البته حضور قدرت‌های خارجی در داخل ایران بدون شک به این مسئله دامن زد. بله. این که ما تصور کنیم که تعمدن یک نقشی از جانب قوای بیگانه برای از بین بردن جمعیتی قریب 1/3 جمعیت ایران بود، به نظر من این گزافه‌گویی بسیار بزرگی است. آقای دکتر اتابکی، نکته‌ای که الان اشاره کردن آقای دکتر امانت، باز من برمیگردم به بعضی از این اسنادی که در واقع انعکاس پیدا کرده در همین کتاب آقای محمد قلی مجد، اومده که میزان درآمدهای نفتی ایران طی سالهای 1914 تا 1919 8 میلیون پوند معادل 40 میلیون دلار بوده که این چیزی حدود 4 برابر مجموع بودجه سالانه دولت ایران در اون موقع بوده و این پول رو بریتانیا پرداخت نمی‌کنه به ایران بر اساس این اسناد و مدارکی وجود داره و خودتون می‌دونید که یک رقمی توافق می‌کنن، چیز حدود 200,000 تومان، و به شکل خیلی تحقیرآمیز این رو در اختیار دولت قرار میدن. چقدر این سیاست‌ها تشدید کرد وضعیت قحطی رو و مرگ و میر رو؟ می‌گفتن که حتی نیروهای بریتانیا غلات ایران رو می‌خریدن ولی حاضر نبودن که در کشتی‌های خودشون مثلا از هند غلات بیارن برای اینکه بتونن تسلیحات بیشتری رو به ایران بیارن. اجازه بدید در مورد قحطی به 3 عامل اشاره کنم، بعد به مسئله نفت میرسم. نخستین عامل در حقیقت بردن غلات ایران، گوسفند، گاو، رمه توسط دولت
عثمانی، دولت روسیه و دولت انگلیس برای سپاهیان خودشون بود. گزارشان کارگزاری هایی که ما در ایران داریم، شکوایی هایی که میرسه به تهران، همه حاکی از اینه که اینها بی محابا غلات ایران رو بدون هیچ مجوزی برای سپاهیان خودشون شمال و جنوب روس‌ها و انگلیس‌ها خارج میکنن. این یک نکته. نکته دوم هم مسئله این بود که هم دولت انگلیس هم دولت روس برای در حقیقت سر و سامان دادن به وضعیت حمل و نقل نظامی خودشون احتیاج به شتر و اسب و الاغ داشتن و ما یه مشکل بزرگ این که تمام مثلا در قطعه جنوب شتر و الاغ اون منطقه رو یه تعداد زیادی رو در حقیقت نفرات زیادی شتر رو اینا میبردن بیرون و میفرستادن به بین النهرین. از طرف دیگه روسیه هم همین کار رو با اسب و الاغ ایران در شمال میکرد. بنابراین اینها در حقیقت یک ضربه ای زد به جابجایی مواد غذایی در ایران و عامل مهمتر همونطور که آقای دکتر امانت اشاره کردن قحطی هایی داشتیم، یعنی خوشسالی های پیاپی داشتیم که ما این زمینه ای ساز شد که ما در حقیقت از یک سال مونده به پایان جنگ در اروپا، چون من اشاره همش میکنم به اروپا چون ایران جنگ جهانی اول در همزمان با اروپا در ایران تمام نشد. جنگ در ایران 2 سال دیگه هم طول کشید تا 1300 خورشیدی طول کشید در ایران 1921. بنابراین در یک سال مونده به پایان جنگ در اروپا ما شاهد این قحطی بسیار چشمگیری بودیم. گزارش های بسیار بدی داریم، ما بسیار تلخی داریم. مثلا یکی از ماموران امریکایی در غرب ایران از وضعیت بسیار اسفناک شهر همدان میگه، جنازه ها کنار جاده افتاده، حتی اشاراتی داریم که مردم یعنی آدمخواری رایج میشه در ایران و این واقعا اسفبار بود و از این دست. اما خب این در تمام ایران نبود، در بخشایی بود که بیشتر در برابر این قحطی قرار گرفته بودن و این بحران قرار گرفته بودن. اما در مورد اون اشاره‌ای که داشتید در مورد نفت، به درستی این حساب کتابی نداشت در مورد نفت. شما نگاه بکنید دولت انگلیس اصلا دولت مرکزی ایران رو به عنوان نماینده، تنها نماینده برحق و مشروع در برابر خودش نمیدید. تا اونجا که میدونست دستش میرسید با شیخ خزعل گفتگو میکرد، امتیاز میگرفت، شیخ خزعل رو تحت حمایه خودش قرار میداد، لقب سر میداد به شیخ خزعل، میگفتش که اگر وضع بحرانی بشه شما در حقیقت تبعه من خواهید بود و از این دست، و یه مقداری از درآمد نفت میرفت به جیب شیخ خزعل. از اون طرف هم برخی از رؤسای ایل بختیاری رو در حقیقت باشون قرارداد میبست، کمپانی نفت بختیاری رو درست کرده بود، بخشی از درآمد هم به ایل بختیاری، به رؤسای ایل بختیاری میداد، به خاطر اینکه اینها محافظت از چاه‌های نفتی رو در حقیقت به عهده بگیرن و سر آخر تتمه اگر چیزی باقی میمون نصیب دولت مرکزی ایران میشد. بنابراین اگر نگاه کنیم به درستی حتی تمام اون قراردادهایی که خود دولت انگلیس سر استخراج و نفت با دولت ایران امضا کرده بود در جریان جنگ جهانی اول بهش پایبند نبود و ما فقط و فقط پایبندی شرکت ملی نفت ایران و انگلیس رو به قراردادهای خودش با دولت ایران وقتی می‌بینیم که دولت سلطنت قاجار به پایان میره و در حقیقت در دوران پهلوی است که رضا شاه پهلوی است که در حقیقت یک نوع حساب کتابی پیدا میکنه در آمد رفت و سهم ایران از این. بسیار خوب آقای دکتر امانت. دو تا مطلب رو در اول میخوام شاید به شکلی به همدیگه گره بزنیم، چون باز هم مطالب مهمی هست میخوام در فرصت باقی مانده حتما بتونیم به اونها بپردازیم. و اونم این پرسش هست که اون چیزی که ما به عنوان ناسیونالیسم ایرانی ازش صحبت میکنیم، آیا این برآمده از اتفاقات و تجربیاتی است که ایران در دوره جنگ جهانی اول تجربه میکنه و روحانیت چه نقشی در این 2 سالها در این جریان جنگ اول بازی میکنن؟ عده اعتقاد دارن که مسائلی که در جریان جنگ رخ داد باعث شد که حوزه علمیه قم احیا بشه.
بسیار ممنون. یک نکته در مورد مسئله نفت باید به گفته آقای دکتر اتابکی اضافه کنم. درسته که در تمام طول جنگ دولت انگلستان به کلی با اون حتی اون حد اقلی که در امتیازنامه ابتدای استخراج موافقت کرده بود به اون هم پایبند نمون، ولی در پایان جنگ دولت ایران در نتیجه پایداری علی رغم همه ضعفی که دولت ایران داشت، ما باید توجه کنیم که ما تا یه اندازه زیادی مدیون همون دولت ضعیف بودیم که حتی پایداری کرد و خواست که از حقوق دولت ایران و مردم ایران چه در مورد نفت چه در مورد مسائل دیگه دفاع بکنه. این چنین نبود که به کلی ضعف بنیه اقتصادی و سیاسی ایران مانع از این بود که رجال ایران در دولت درخواست اعاده ظلم و ستمی که نسبت به ایران شده بود رو بکنن. البته گوش شنوایی نبود، چنان که در کنفرانس صلح پاریس نمایندگی ایران ورسای هیئت نمایندگی ایران پذیرفته نشد و به شکایات ایران رسیدگی نشد. مزلک در مورد مسئله نفت در پایان جنگ به خاطر پافشاری دولت ایران یک حسابدار بی‌طرف تعیین شد که اتفاقا انگلیسی بود و اون حسابدار به تمام این مسائل ادعاهای ایران در مورد درآمد نفت رسیدگی کرد و در پایان جنگ یک رقم 1,000,000 پوندی به دولت ایران باز پرداخت شد که در واقع بسیار رقم مهمی بود برای اینکه در واقع همه تکیه رضاخان سردار سپه در بازسازی قشون خودش به همین درآمدی بود که از اینجا نصیب شد و این رقم مهمیه که نباید ما نادیده بگیریم. در مورد مسئله نقش روحانیون در دوره جنگ ما شاهد جریانات مختلفی هستیم. از یک طرف در واقع به خاطر اینکه قوای انگلستان در جبهه بین‌النهرین در حوالی 1916 و 17 تمام عتبات رو گرفتن و بالاخره بغداد رسیدن و سراسر آنچه که امروز عراق هست رو تصفیه کردن، تسلط پیدا کردن، علمای عتبات با مشکل بزرگی مواجه بودن. از یک طرف با یک قدرت بزرگ حاکم بر اون ناحیه بعد به نحوی می ساختن، از یک طرف دیگه این انتظارات و عواطف ضد انگلیسی، ضد امپریالیستی در میان طبقه علما به تدریج قوی شد. البته باید توجه داشت که در واقع تا بعد از جنگ دوم جهانی طبقه علما جمعاً علاقه به مسائل سیاسی به این صورت که به صورت خیلی جدی و فعال نقشی داشته باشن نداشتن، ولی به تدریج این فکر اسلام و ضعف اسلام در مقابل قدرت‌های بیگانه در شروع قرن بیستم و مخصوصاً در دوره جنگ تایید شد، در دوره جنگ اول. ولی آیا قم به تدریج احیای حوزه قم نتیجه جنگ اول بود؟ این قابل توجهه، برای اینکه بله آیت الله عبدالکریم حائری که ابتدا در عراق سلطان آباد بود همراه با بعضی از طلاب از جمله آیت الله خمینی اون وقتی طلبه جوان به قم آمد، ولی اهمیت قم در واقع از هنگامی تشدید شد که به خاطر طغیان شیعه در جنوب بین النهرین بعضی از علمای بزرگ ایرانی اصیل ایرانی تبار یا ایرانی عتبات از جانب دولت انگلستان از جانب قشون انگلستان به داخل ایران تبعید شدند، از جمله
آیت الله اصفهانی از جمله آیت الله چندی دیگر که الان در خاطرم نیست، اومدن به قم و حضور اونها در قم به ترتیبی مشروعیت بیشتری به قم در مقابل اصفهان، در مقابل مشهد که حوزه های بزرگ بودن بخشید. و بعد هم در هنگام مذاکرات و اون در واقع موافقتی که بین رضاخان و این علمای شیعه در قم واقع شد که آیت الله حائری نقش واسطه و میانجی در این قضیه داشت و اونها تایید کردند رضاخان رو و بعداً به ترتیبی پیدایش دولت پهلوی و سلطنت پهلوی رو تایید کردند، اینها به نقش قم بسیار افزود. این هم یکی دیگه از اون ترس‌های تلخ تاریخی است. بسیار خب آقای عطابکی، میدونم حتما در مورد این مطلبی دارید، من میخوام یک سوالی هم بکنم، شاید یک مقایسه باشه که از گذشته ما رو به امروز هم وصل بکنه، و اون رقابت هایی است که در همون زمان جنگ بین سکولارها و چپها از یک سو با محافظه‌کاران مذهبی در مجلس رخ میده و مشروطه خواهان حتی در یک شکلی، و یک سو هستن گروهی که اون موقع به عنوان اعتدالیون ازشون اسم میبرن، اکثریت رو در دست دارن در مقابل دموکرات ها. امروز هم ما صحبت از این میکنیم، آقای روحانی اومده صحبت از اعتدال میکنه و اعتدالیون و اعتدالگری. چقدر ریشه اون چه که امروز ما شاهد هستیم، همین برخورد میان محافظه‌کاران مذهبی و گروه های سکولار، ادامه همون چیزیست که ما از زمان جنگ اول تجربه کردیم؟ من واقعا در تاریخ قرن بیستم ایران این پیوستگی رو میبینم. بعض وقتا وقتی به این صحبتهایی که امروز در ایران جاریه گوش میدم، یک بار یاد بحثای مجلس دوم و بحثایی که زمان جنگ جهانی اول در ایران بود و از این دست میفتم. اشاره کنم که اصلا اصولا ما اون ناسیونالیزمی که در ایران میشناسیم، که من نام ناسیونالیزم قلمرویی برش گذاشتم تا اینکه ناسیونالیزم قومی یا زبانی باشه، زاده شد در جریان جنگ اول، یعنی از پی مشروطیت ایران و در جریان جنگ اول زاده شد. در حقیقت بسیاری از ایرانی ها بدون اینکه توجه داشته باشن یا تکیه بر برتری قومی یا نژادی داشته باشن یا زبانی داشته باشن، به سرزمین ایران میاندیشیدن. بحثی هم بود بین تمام ملیون ایران که خب این تجددسازی رو، نوسازی رو از کجا باید آغاز کرد، از تهران یا از ولایات. ما میبینیم که گروه های مثل از دموکرات ها یا اصلاح طلبان مثل شیخ محمد خیابانی یا میرزا کوچک جنگلی یا کنال محمد تقیخان پسیان خراسان، جیلان و آذربایجان، گفتشون این بود که تکرار میکردن و اشاره میکردن که باید از ولایات شروع کرد تا به مرکز رسید. از طرف دیگه کسان دیگه بودن از دموکرات ها و اصلاح طلبان که میگفتن که هر گونه تلاش از ولایات به فروپاشی ایران منجر میشه و باید از مرکز در حقیقت ما این سامانی بدیم به وضعیت ایران، و این اختلافی بود که بین اینها بود. هیچ کدوم از اینها خیال جداسری نداشتن، نه کوچک خان، نه شیخ محمد خیابانی، نه کنال محمد تقیخان پسیان. فقط مشکلش این بود که این اصلاحات از کجا باید شروع بشه. بعد داستان از این بود که بسیاری از بحثایی که شما امروز میبینید اصلاح طلبان میگن، به نوعی وامدار اصلاح طلبان اونجاست. من فقط اینجا اشاره کنم که چندی پیش، سالها پیش، من دیدم که اصلاح طلبان اشاره میکردن که باید مجازات اعدام در ایران لغو بشه. فراموش کردن که نخستین حزبی که در حقیقت اشاره داشت به لغو مجازات اعدام، حزب سوسیالیست ایران بود که یک سال قبل از پایان جنگ جهانی اول در مرامنامش لغو مجازات اعدام رو مطرح کرد. یا بسیاری از اصلاحاتی که رضاخان میرپنج وقتی که کودتا کرد و بعد رضا شاه بعدی وقتی تاجگذاری کرد در ایران جاری کرد، در حقیقت حاصل کار منورالفکرای ایرانی بود که در جریان اول جنگ جهانی اول و در طول اون دورانی که همه بهش دوران فروپاشی و از هم گسیختگی میگن، در همون دوران سر بسیار سخت اینها در اون مجلس
بسیار از این لوایح رو تصویب کردن، آموزش همگانی برای دختران، پسران، اصلاحات گمرکی و از این دست. و در حقیقت تمام اینها رو که ما نگاه کنیم، جنبشی که ما از مشروطیت میگیریم و همینطور در برهه‌های متفاوت با منصت ملی شدن نفت و از این دست تا به امروز ادامه داره، به نوعی وامدار اون گونه جامعه سیاسی است که از بطن در جریان جنگ اول جهانی در ایران زاده شد. آقای اتابکی، چون وقت اندکی داریم، من میخوام پاسخ شما و آقای دکتر امانت رو به این پرسش حتما بشنویم. تا اونجا که میشه خیلی کوتاه اگر بشه، حالا سوال مهمی است ولی اگر یک دقیقه پاسخ بفرمایید، اون که این تقسیم بندی، مرز بندی که بعد از جنگ اول، جنگ جهانی اول رخ داد و ما شاهد عراقی هستیم که امروز این بحران ها رو داره تجربه میکنه و سوریه و مسائلی که با ترکیه، کردها و غیره دارن، چقدر اینها برای اینکه این تصور عمومی وجود داره که اینها آگاهانه انجام شد، انگلیس تعمدن این کارو کرد برای اینکه اختلافات وجود داشته باشه، آیا واقعا میشه چنین تصوری کرد که اونها در اون دوره دقیقاً میدونستن که چه کار میکنن و این به قول گفتنی سفره پر از مشکل و دردسر رو گذاشتن برای دهه های بعد، یا تصوری میشه کرد که مرزها دوباره تغییر بکنن؟ من اعتقاد دارم که به قولی نباید تمام تخم مرغ ها رو در یک سبد گذاشت. اینا واقعا فعال مایشا نبودن که بتونن اون توانایی رو داشته باشن که همه چیزها رو بتونن ارزیابی کنن و پیش بینی کنن. مطمئنن در این که نیتی داشتن برای در حقیقت شکاف انداختن بین گروه‌های مختلف مردمی و حکومت کردن تردیدی نیست. این در حقیقت پیشینه استعمار در این جای دودلی نیست. اما شرایط زمینی هم حکم می‌کرد که به این در حقیقت سازش برسن. تضاد منافع قدرت‌های بزرگ نوع اینها رو به سازش کشون که این فاجعه‌ای که در حال حاضر شما شاهدش هستید در خاورمیانه رو سنگ‌پایه‌شو گذاشت. آقای دکتر امانت، پاسخ شما رو بشنویم. بله، البته نمیشه گفت که این در واقع یک نقشه‌ای برای اختلاف افکنی بود، بلکه دوره بعد از جنگ اول دوره در واقع کشور ملت سازی بود. دوره بود که این تصور که میشه از ابتدای کار یک ملت تازه رو ساخت خیلی شایع بود در همه دنیا. همه این ناسیونالیسم های قومی یا ناسیونالیسم های در واقع سرزمینی قلمرویی، همونطور که دکتر عطاوکی گفتن، خیلی شایع بود. دولت انگلستان هم یک زمینه پیدایش دولت های تحت الحمایه و قیمومیت رو در روی، یعنی اون چیزی که به نام مندیت ازش یاد میشه، ساخته بود با کمک با فرانسه البته، به عنوان یک نظامی که البته با تایید سازمان ملل متحد این تایید شد، به این ترتیب که در واقع به این کشورهایی که ساخته شد، عراق، شامات که تبدیل شد به سوریه و لبنان، مشکلی که با فلسطین پیدا شد و پیدایش سرزمین یهود که بعداً اسرائیل مبدل شد، تمام اینها در واقع یک زمینه‌ای بود برای اینکه قدرت دولت امپراتوری انگلستان رو چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، یعنی به عنوان دولت‌های دست نشانده در این منطقه، یعنی در منطقه‌ای که بعدها به عنوان خاورمیانه شناخته شد، توسعه بده. یعنی در واقع شما اگه نگاه بکنید، در پایان جنگ اول از هند تا مدیترانه این سرزمین‌ها بدون اینکه درش یک فاصله ای افتاده باشه، در تحت یک نوع تحت الحمایگی دولت انگلستان درآمد. قرارداد 1919 رو هم باید در همین متن دید، یعنی در واقع کوششی از جانب دولت انگلستان دید برای اینکه ایران هم به صورت این یک پارچگی که دولت انگلستان علاقمند بود، البته وقتی ما صحبت میکنیم از دولت انگلستان باید توجه داشته که در داخل دولت انگلستان مباحث بسیار بزرگی بود. بله، که آیا این کار صحیح هست یا خیر، یعنی مسئله درست کردن این کشورها که امروزه گرفتار این بحران بزرگ هستن، خودش در داخل انگلستان هم تولید بحث فراوان می‌کرد. سپاسگزارم از شما آقای دکتر عباس امانت. آقای دکتر تورج اتابکی، از شما تشکر می‌کنم برای حضورتون در با
برنامه امشب افق، این رو هم توضیح بدم که در همون دوره، در دوره 3 ساله فترت و پس از بستن مجلس، برشای کشتار قابل توجه از اقلیت‌های قومی رو در اون دوره گزارش شده که مطالب متعدد زیادی بود که امیدوارم فرصت باشه بتونیم در برنامه‌های بعدی به اون بپردازیم. از هر دوی شما سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه امشب افق. این توضیح رو بدم که ابتدای برنامه اشاره کردیم بازی آرژانتین و هلند هست امشب و بعد از شکست تلخ برزیل، حالا نگرانی‌ها این هست که آیا آرژانتین قهرمان جام جهانی در برزیل بشه یا نه. تا افق پنجشنبه.